ابتدای کار من بودم و فروغ بود و لغت والا که در میان یک طیف وسیع از خانم ها که شعر می گفتن تقریبا از همه برجسته تر بودیم. دیگران هم بودن، پروین دولت آبادی بود، پروین بامداد بود. لازمه هنر استعداده و فروغ هم حتما در خانوادش این ذوق هنر بوده، چون برادرش هم میشناسیم، خواهرش هم خانم پوران فرخزاد رو میشناسیم. شعرش خب یه شعر بود که بیشتر از لحاظ اوریانیش و از لحاظ اون سوژه‌ای که داشت به مناسبت به اصطلاح گشودگی احساس زن، به مناسبت خیلی رک بودن در بیان این احساسات، خیلی مورد توجه بود و خیلی دوست داشتن که این شعرها رو بخونن. ولی از لحاظ اصول شعری، اگر که فروغ بعداً تولدی دیگر و ایمان بیاوریم را نداشت، میتونیم بگیم که شاعر معمولی میشد، فقط به عنوان اون جسارتی که در بیان احساسش داشت مورد توجه واقع میشد. فروغ اگر که اون مقداری که بعدها وادار شد که بخونه و خوند و خودش هم میخواست بخونه، خونده بود، اسیر و اسیان و دیوارش رو هم جور دیگه میگفت، نگفته بود، به حساب روزگار گفته بود اون حرفایی که در روزگار اون وقتش مرسوم بود. ولی بعد به چه دیگه رسید؟ یه شاعر یا یه نویسنده یا انسان خلاق در طول کارهایی که انجام میده جدا از خودش و جدا از زندگیش و جدا از مسیری که داره طی میکنه نیستش. اتفاقا روی موضوعهای کتاب، روی عنوانهای کتاب فروغ که نگاه بکنیم، بخشهای مختلف زندگیش رو و دورانی رو که گذرونده و یا نگرشش به زندگی یا بینشش از زندگی رو میتونیم نگاه بکنیم. در نتیجه این کتاب ها مثل بخشی از شناسنامه‌شه که سالهای زندگیش رو یا دوره های مختلف زندگیش رو داره نشون میده. یک چیز دیگه مطلقا در ابتدا مدیون فروغ فرخزاد، حتی در اون سه کتاب قبلی، هرگز در شعر فارسی زنی به این برهنگی مسائل جنسی رو بیان نکرد. در نتیجه در اون سه کتاب فروغ فرخزاد اتفاقا مسائل جنسی رو خیلی تقریبا میشه گفت که سریع به رخ میکشه. او گناه کردن گناهی پرز لذت یکی از نمونه های خیلی مهم این شعر و مثال های اون فراوان. اون سه کتاب اول، اسیر، دیوار و اوسیان، در اون سه تا اون چه که حاکمه اصل لذت و غریزه و خواسته های جسمانی. گناه کردم گناهی پرز لذت چه معروفشه، در آغوشی که داغ و آتشین بود. این سه کتاب که شروع میشه از تمناهای جسمانی، فروغ رو همینطور به جلو میکشونه. کردم گناهی پرز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه‌جوی و آهنین بود. در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پرزرازش، دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش‌های چشم پرنیازش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم، لبش بر روی لبهایم هوس ریخت، ز اندوه دل دیوانه رستم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، تو را می خواهم ای جانانه من، تو را می خواهم ای آغوش جان بخش، تو را ای عاشق دیوانه. هوس در دیدگانش شعله افروخت، شراب سرخ در پیمان رقصید، تن من در میان بستر نرم به روی سینه‌اش مستانه لرزید. گناه کردم گناهی پرز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش، خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. گناه یعنی چی؟ من معنی گناه رو هیچ وقت نفهمیدم، مگر اینکه من به اجتماع لطمه بزنم، یه نفر بکشم، اینا زشته. One of the things she did which was revolutionary is that historically in Iranian literature men
had always expressed their love and desire towards women. Like in poetry, it's like her alabaster breasts or her long hair. Or, you know, they always, and it's always beautiful. You know, you sit in very respectable gatherings and they're reading this extremely erotic poetry. Rumi, for example, Maulana, he's written some pretty steamy poetry, you know. And no one really objects to that. But all of a sudden, there came this beautiful, very gifted woman. And she turned the tables around. She said, you know what? I want to write poetry from a perspective of women. You know what? Women are also human beings. They have wants, they have desires, they look for love. And hey, they do enjoy sexual relationship, just like men do. Women are not just the recipients of it, but they also can give. And she wrote Sin, Gunah, you know, and it was a shocking thing. But she ends her poem, Sin, with sort of saying, okay, I sin, the rapturous sin, beside a body quivering and spent. I do not know what I did, oh God, in that quiet, vacant dark. It's like, okay, well, I didn't know what I did, I'm sorry, but I did it, I'm fine. And it was absolutely scandalous. پدرم از شعر گناه فرو رنجیده بود. حالا شما در میگه تو آقا جان اون موقع چندین سال قبل میشه؟ سال شاید 1929-30-31 چنین سالایی در اهواز شهرستان پدرم میگفت اصلا مردم به من جایت میکنم به مردم نگاه کنم بعد چاپ شهر این شعر. حالا شما بیاین بسنجین این شعر سال مثلا بگیریم 31 یا 32 32 که دیگه فکر کنم یا 30 تو این شعر اون موقع کتاب دیوار اسیر اومده بوده بیرون این شعر توش چاپ شده بوده. حالا شما این فاصله رو بگیرید. حدود سال 48 میشه. بیتلا یکی از ترانه‌شون که همین چیزایی که میخونیم اینجا حالا با صحبتشون میشه اینه که میگه I'd rather see you dead little girl than with another man. پس اون چیز عجیبی نیست. شما این خود بیت تو انگلستانش هم تعصب روش به زنها اینقدر بوده. تازه 20 سال بعدش. متوجه هستید اینطوری بود. این فکر کنم خیلی خوب توجیه میکنه که یعنی مردسالاری چطوری بوده. بعد شما فکر کنید که اونا تازه تو کشور انگلستان که یک مهد تمدن دنیاست اینطور خوندن. بعدش اینجا خب تو ایران پدرم مثلا چیز کرد بهش برخورده بوده احتمالا این شعر واسه طلاق دادن فروغ شده. فروغ هم وقتی این حرف رو زد گناه کردم گناه فروغ زله زد همینطور چماقایی بود که رو سرش خورد هنوز هم میخوره. یعنی مگه زنم لذت میبره؟ مگه زنم مثلا احساسات داره؟ اصلا یعنی چی؟ و این چیز خیلی مهمی هم نگفته بود. یعنی یه چیزیست که به هر حال جزء خصلت غریزی انسان هاست. همه دارن لذت دارن اگه نداشته باشن که خب یه چیزشون کمه دیگه. اینست که فروغ با یک جسارت بیشتری در یک شرایط بهتری این حرفا رو زد. و بعد من فکر میکنم لحظه ای که شما واقعا اوریان شدین و تمام ریاکاری ها رو انداختین دور و از درون خودتون تونستین حرف بزنین و شاعر بزرگی هم بودین میرسین به مسند قدرت یک شعر. و فروغ این کار میکرد. یعنی این جرأت رو داشت که واقعا اوریان بشه، افکار درون خودش رو بتونه بگه و این شهامت رو داشت و یه صدی رو شکوند، واقعا شکوند. فروغ حسش رو گفته، احساسش رو تصویر کرده. خیلی همون شعر با وجودی که خامه، با وجودی که علاوه ادبی ارزشی نداره، علاوه مضمون بسیار ارزشمنده به نظر من. با اون شعره که راه باز میشه، همیشه با یه ضربه است. اصل قضیه گفتن ما مدرسه میرفتیم شما مطمئن خونه، کی زنگو به گردن گربه آویزون میکنه؟ فروغ زنگ آویزون کرده. من از نهایت تاریکی
خوشبخت بنگرم 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 دستهایم را در باغ دستهایم را در باغ سبز خواهم شد سبز خواهم میدانم 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 دستهایم را شد میدانم سبز خواهم شد میدانم